بچه ها سلام، کیوان هستم از گروه سمور و عطری که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم امروز از برند پراداس از سری اینفیوژن. اینفیوژن در واقع درست نیست، باید فرانسوی جو بگیم ولی خب سخت میاد به زبون من دیگه، حالا بیخیال چین. سری اینفیوژن اونایی که میشناسن میدونن رایحه صابونی داره و اینو فقط اون عطربازه خیلی 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 چیز میشن، از اونایی که مثل من کرم هستم و میرن دنبال اینجور چیزا اونا میشناسن اینو. اینفیوژن ها رو ما معمولا با اینفیوژن د آیریس میشناسیم یا اینفیوژن دیگیس در واقع به تلفظ خودشون، اگه درست گفته باشم تازه. یک رایحه بسیار پودری، بسیار تمیز و بسیار شسته رفته که بوی حموم لوکس میده و اینم هم در واقع یه همچین چیزیه. کل سری اینفیوژن یا همون اینفیوژن رایحه لوکس و تمیز، پودری و صابونی خیلی قدرتمندی دارن که شما رو دقیقاً یاد بدن شسته شده میندازن، پوست شسته شده میندازن، یاد نور میندازن و یه فضای خیلی خیلی باز و دلشاد کننده ای دارن. عطری که راجبش میخوام صحبت کنیم سری میموسا است. میموسا یکی از گل‌هایی که من واقعاً دوستش دارم. در واقع این گل نیست، یک درخته که گل میده، از سری همون خانواده عقاقیاهاست و یک چیز واقعا بی‌نظیره. گلای زرد اینجا توپی خیلی خوشگلی میده که روبروی کاخ در واقع رامسر یه درخت خیلی خیلی بزرگش توی پارک هست که فصل بهار سمفونی بی‌نظیری از رایحه رو ایجاد میکنه. خب من میرم سراغ باز کردن سلفون. من زیاد سلفون دوست ندارم نگه دارم، بنابراین زیاد همین سادگی تموم شد رفت پیه کارش دیگه، پارش کن بنداز بره. سلفون چیه؟ خب این عزیز دل پرادا اینفیوژن دی میموسا. خب بذاریم من پکیج رو از نزدیک بهتون اینجوری نشون بدم. شما لوگو پرادا رو دارین که این گره های هشت، به اینا میگن گره هشت، گره های هشت دریانوردی در واقع روش دورش هک شده. همه جا لوگوی پرادا اینجوریه. یه طرح برجسته است که من امیدوارم بتونم توی چیز نشون بدم. نگاه کنید الان اینجا داریم میبینینش. اینا یه طرح برجسته است که در واقع اینجا رفته تا اینجا پرادا دی اینفیوژن فلان فلان اینا و لوگوی پرادا، این لوگوی اینجا برجسته شده. کاش بتونه این دوربین بگیره اونو و اومده روی در اینجا روی عطفش. ببخشید نکن دیگه. خب بذار اینجوری. آها الان داریم میبینینشون لوگوی برجسته رو. امیدوارم تو ادیت نهایی هم این تصویر رو به وضوح بتونیم ببینیم. اون لوگو تا این بالا ادامه پیدا کرد، یعنی اینجوری دور زده، از این ور دور زده. همین لوگویی که میبینیم به صورت برجسته این منطقه رو به خودش اختصاص داده. میموسا اینجا یه برچسب داریم، یک کوچولو همچین لیزتر از سطح چیزه، سطح خود جعبه، سطح جعبه حالت همچین بافت دار داره و میموسا اسنس د آنیس داره، میگه که اصاره آنیس یا آنیسون یا آناسون میگیم بعضن، اسنس د ماندارین اصاره نارنگی، میموسا و روز ابسولوت. روز ابسولوت دیگه این ترجمه نمیخواد انصافا. اود پارفوم 100 میل اینور میایین، دوباره همون حرفو براتون زده، اون سه تا نوت اصلی، چهار تا نوت اصلی رو بهتون گفته، اود پارفوم نیچورال اسپری فلان 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 و اون اطلاعاتی که در واقع باید بدونین راجع به عطر مثل مواد آلرژیزا و فلان، اینا ترکیبات غیر از خود فرگرنس بقیه ترکیبات عطر رو اینجا لیست کرده و اون ترکیباتی که توی عطر، توی خود ترکیب عصاره عطر، اصل عطر، کنسانتره عطر وجود دارن و ممکنه آلرژیزا باشن هم جداگانه باید توی این بنویسن. بارکد و در واقع باقی غذایا هم اینجاست. خب این پلاک فلزی رو میبینین، یه چیزیه، شیشه خیلی تراش خورده ای داره و به این شکل کف شیشه بدون این که انگار رنگ شده باشه یه حالت زرد داره، میبینین یه حالت زرد شفاف داره. چه شیشه شفافی هم داره انصافا. برچسب روی عطف شیشه خورده، برچسب دقیقا اسمو نوشته، اجازه بدین، میموسا اسنس د آنیس اسنس د ماندارین میموسا روز ابسولوت و اینجا هم در واقع اود پارفوم 100 میل فلان اینا، چیز دیگه نمیشه. زیرش چی نیست، این بغلی چی نیست، پشتش چی نیست، بالاش هم که اینجوریه دیگه. اون طرح، یه لحظه ببخشید دستم واقعا خسته شد،
اون طرح برجسته‌ای که گفتم روی شیشه وجود داره، بافت داره، رو شما اینجا دارین در واقع می‌بینین. طرح پوست انگار. ببینید خیلی منظم نیست، یعنی خطوط اینجوری زبدری چیز نیستن. یه ذره نامنظم حرکت کردن، نگاه کنین، یه هم چیزی. انگار شبیه پوست انسان باشن وقتی از نزدیک نگاه می‌کنین. اینم درشه. هی چطورین؟ خوبین؟ سلام. و اینه. حالا بریم یه تستی از این حد داشته باشیم. خب اینفیوژن دی میموسا، گفتم من اسم انگلیسیشو میگم، اصلا خودمو به زحمت نمیندازم الان اسم فرانسویشو بهتون بگم. اینفیوژن دی میموسا، اصلا این اینفیوژن ها باعث و بانی آشتی من با روایح صابونی سری اینفیوژن بوده. من از روایح صابونی متنفر بودم، هنوزم هستم. مثلا عطرهایی مثل کرید سیلور مانتین واتر رو اصلا حاضر نیستم بزنم، چون روایه مشکی تر و تمیز زیادی اینجوری معصوم اعصابمو خرد میکنه. عطر باید بعضا انیمالیک و وحشی و وقیح باشه دیگه، یعنی اون بودا رو باید نشون بده. ولی خب این عطرها رو وقتی زدم، من تو فضا سازی قابلیت های خیلی زیادی دارم، انصافا تعریف از خود نباشه، خیلی مغزم تو این زمینه خوب کار میکنه. و وای الان هم از همون اومدم، یعنی عالی. علارغم این که فلوراله، علارغم این که فضاش زنونه است، علارغم این که پودریه و بوی کیف لوازم آرایشی خانوما رو میده، و علارغم این که یه بوی تمیزی این پوست تمیز یک زن رو میده و وجوه مردونه خیلی خفه و کمی داره، این عطر شاهکاره و با تمام جون دل دوستش دارم لعنتی رو. و این رنگ زردش چقدر انرژی داره، این رنگ زردش چه رنگ حیات رسما، رنگ زندگیه، واقعا واقعا رنگ خوبیه زرد. خیلی زرد رو دوست دارم انصافا. اوف چه رایحه‌ای. تو همون بعد شروع، خب این حتی تو 2016 ساخته شده و نوتاشو بهتون همونجوری که گفتم، آنیس یا آنیسون یا آناسون بعضی میگن، یه ادویه است. و میموسا که اون گل بی‌نظیر، در واقع یه گونه ای از عقاقیاست که گلای گرد توپی خیلی کوچولن که وقتی دست میزنین گردش هم روی دستتون میمونه، زرد خیلی خوش رنگی داره. و روز ابسولوت و ماندارین یا نارنگی، و یه ته بوی چوبی خیلی خیلی تمیز که شبیه بوی چوب مشخصی نیست، ولی خب یه ذره شبیه بوی چوبایی که کنار دریا روی ساحل افتادن و به اصطلاح دریفت وود یا چوب باخته میگیم بهشون. من الانم از حموم در اومدم و اوف عالیه. این عطر بی نظیره، یک رایحه خیلی خیلی تمیز داره و یه رایحه خیلی روشن براق مثل روز آفتابی میمونه. بعضی از شما که احتمالاً اینفیوژن دی آیریس رو تست کردیم و شاید با فضای خیلی صابونی اون عطر نتونستین ارتباط برقرار کرده باشین، این نوید رو بهتون میتونم بدم که میموسا یه پله از اون در واقع نرمتره. و واسه خانومایی که دوست دارن کیف لوازم آرایشی، بوی کیف لوازم آرایشی بده عطرشون و این حس خیلی تمیز و جین لیدی درست حسابی بده، این حتی میتونه یه گزینه خوب باشه. گفتم این حتی زنون است، ولی من هیچ ابایی از استفاده از تو استفاده ازش ندارم. یک رنگ زرد بی نظیر تو این کف این عطر منو داره روانی میکنه. چقدر زرد رو دوست دارم من، انصافا زرد رنگ واقعا خوبیه و یه سه خیلی تمیزی عالی بهتون میده. و میموسا، بذار اسمش رو بذاریم میموسا دیگه، الکی برای چیزش کنیم، طولانیش کنیم. میموسا عطریه که همونجوری که نوتاشو گفتم، خود میموسا، روز، ماندارین یا نارنگی، انیس یا آنسون یا آناسون میگم بعضن بهش، و یک سری نوتای چوبی توی این عطر وجود داره که دقیقا نمیشه گفت چه چوبیه، ولی منو یاد این چوبای دریفت وود یا همون چوبای باخته کنار دریا میندازه که آب خوردن و در واقع سبک شدن و سفید شدن. کل سری اینفیوژن آیریس منو یاد حموم میندازه، نه حموم خونه‌های آپارتمانیمونا، نه حموم یک خونه لوکس خیلی خیلی بزرگ. کاش میتونستم در واقع شما رو بردارم ببرم دقیقا بهتون نشون بدم چیو دارم میگم. جایی که من زندگی میکنم تونکابون، یه جایی هست، یه ساحلی کنار دریا هست که همچه ساحل خیلی چیزی نیست، آفتاب بگیرین و فلان اینا نیست،
یه ساحلی هست معروف به باغ آلمانی، باغ آلمانی. چرا اسمش باغ آلمانیه نمیدونیم، هیچ کس نمیدونه، ولی وقتی میرین تو باغ آلمانی یه عمارتی اونجاست دو طبقه بزرگ که فکر میکنم هر طبقهش راحت 300 متر مساحت داره و این عمارت با چند المان بصری خیلی راحت از بقیه بناهای شهر متمایزه و مهمترین اون المان ها اینه که پنجره هاش از کف هستن تا سقف. شما پنجره توی ارتفاعی شروع میشه توی ارتفاعی هم تموم میشه دیگه، مثل اونی که اون پشت دارید میبینید، ولی این از کف شروع میکنه تا سقف. این پنجرهایی که توی روم وجود داره، این درهای بالکونای فرنچ بالکونایی که توی در واقع کشور اروپایی وجود داره، یعنی پنجرهایی که باز میکنه دوتا لاغه باریک و بلند باز میشه و یه نسیم بی‌نظیر دریا رو به تو دعوت میکنن. چیز دیگه‌ای که توی این خونه نظر منو جلب میکنه و خیلی متوجهش نشدن اینه که تو سمت چپ طبقه دوم این خونه از دریا که نگاه میکنین حموم این خونه قرار داره و پنجرهش اصلا یه پنجره انقدی مثل این پنجره بدبخت حمومای اینجوری تو سری خورده ما نیست، نه یه اتاق بزرگ تقریبا نصف همین حالی که من توش نشستم. شما یه وان سفید بزرگ میبینین از پنجره که در واقع اون پنجره عین پنجرهای دیگه شه، به همون ابعاد بزرگ. شما میتونید راحت اون پنجره رو باز کنید و وقتی توی وان نشستین کل ویو خزر رو داشته باشین و روبرو جلوتون هم هیچ بنای دیگه ای وجود نداره. این یعنی لوکسگرایی در کمال سادگی. اون جمله معروف لئوناردو داوینچی یادمون نره، Simplicity is ultimate sophistication، یعنی سادگی نهایت کماله. برگردیم به عطرمون، یک عطر پودری با بوی شبیه بوی کیف لوازم آرایشی خانوما، بویی که فکر میکنم هر کسی تو این دنیا دوستش داره، چون در این حال که لوکسه، در این حال که شیکه، در این حال که یه خانوم لیدی و یه خانومی که خیلی به خودش میرسه رو یادآور میشه و یه حالت سکسی هم حتی بعضا داره، یه حالت آشنا و صمیمی و مادرانه هم توی ضمیر ناخودآگاه ما ایجاد میکنه، چون هممون مخصوصا ما پسر بچه ها بلا استثنا سرک کشیدیم تو کیف لوازم آرایشی مامان و چهار تا چیز میزو گرفتیم، احتمالاً هم به سر و صورت خودمون مالیدیم یا مثلا باش گرفتیم اینور اونور رو نقاشی کردیم. من یکی اعتراف میکنم نصف وسایل آرایشی مامانم همینجوری من هدر دادم، شیرپاکون و مقامود بود اونا رو مثلا میگرفتم میریختم تماشا میکردم داره میریزه فلا اینا، از این خرابکاری ها زیاد داشتم. و میموسا ده آیریس یکی از اون اطراس که دقیقا گفتم اون جمله داوینچی رو یاد شما میندازه، Simplicity is ultimate sophistication، سادگی نهایت کماله. و جدا از همه این چیزایی که گفتم، رایحه این عطر یک رایحه خیلی گرم و نرم که مربوط و منوط و مشروط به هیچ فصلی نیست، یعنی شما توی زمستون هم میتونین بزنین، توی تابستون هم میتونین بزنین، چون یک رایحه بیشتر از این که عطر باشه یک بوی تنه که روی تن شما میشینه و یک بوی مضاعف به تنتون میده، یعنی یک عطر امضای بی‌نظیر. این یه خصوصیت بسیار بسیار قدرتمنده تو عطرهای امضا. و رایحه پودری داره، رایحه خیلی شفافی داره، خیلی خیلی شفاف علی رغم اینکه پودریه، فضای صابونی خفیفی داره که شما رو یاد حموم میندازه و فضای خیلی نیچرال و خیلی در واقع طبیعتگرایی هم داره. عطریه که خوراک توی خونه است، نه زیاد بیرون خونه، مخصوصا وقتی که مهمون دارین، یه مهمون خودمونی معمولا هم برای بعد از ظهر، یعنی فضای روز نه شب، خوراک روزه، خوراک توی خونه است، خوراک ریلکسینگ، خوراک حس مود، حس و مود خوبه و مال وقتی که همه چی اوکیه دیگه، همه چی اوکیه، یعنی تو بورس هم سرمایه گذاری کردین همینجوری صعود داره میکنه دیگه سهامتون. و عرضم به حضورتون که جدا از همه اینها یک المان دکوراتیو بسیار خوبه توی کالکشن شما. اونایی که سری اینفیوژن رو دارن، مخصوصا حالا اون 200 میلاش که خیلی گنده تر از این هستن، بلا استثنا تا حال دقت کردین توی عکسایی که گذاشتن اینو به عنوان یک المان دکوراتیو هم استفاده کردن. من خودم این کارو باهاش قاعدتا میکنم، براتونم عکس میگیرم تو اینستاگرام میذارم مطمئنا. یه المان واقعا دکوراتیو، چون شیشه بسیار خوش‌تراش، بسیار با کیفیتی داره و این پلاک طلاییش واقعا آدمو
سر وجد میاره. جدا از اون این رنگ، اون سایه روشن زردی که دقیقا معلوم نیست کجای شیشه دادن که زیرش زرد دیده میشم، یه در واقع امتیاز مضاعفه. بعد در واقعا زیبایی که داره. من توصیه‌ام اینه که اگر دسترسی به این سری انفیوژن دارین همشون رو تست کنین. دو سه تا کار واقعا خوب و درست حسابی و عالی داشت که من واقعا مونده بودم کدوم یکی بهترینه. موندگاری خوبی روی پوست من داره، پرفورمنسش رو دارم میگم، تقریبا 3 تا 4 ساعت روی پوست من میمونه. نشر بوی متوسط به پایین داره، گفتم اینا یک جور عطرای پرسونال هستن، قرار نیست خیلی استیتمنت باشن، قرار نیست خیلی ابراز وجود کنن، قرار در واقع نزدیک پوستتون باشن که حس خوب رو به کسایی که در نزدیک شما حضور پیدا میکنن القا کنه. و از نظر استایل گفتم یه استایل کاملا همچین تر و تمیز، مال توی خونه است، بنابراین خیلی کژوال، خیلی ریلکسینگ، رنگای روشن، نور روز و در واقع حس خوب، مود خوب و چیزایی که شلوول هستن وقتی میپوشیم به این عطر خیلی میان. و بیشتر زنونه است تا مردونه. حالا اینکه چرا من دارم، من اصلا به جنسیت زیاد اهمیتی نمیدم کلا. و نهایتا همین دیگه. قیمتش هم من نگم دیگه، یه دونه فروشگاه هست که تخفیف زده اینو، 50% قیمت اینو میدونم، ولی خب باید بگردین توی چیز پیدا کنین توی بازار، در واقع توی بازار میگم توی مارکت ایران باید بگردین اینو پیدا کنین، حالا بعضی سایت ها دارن، یه قرار سرچ کنین، تنبل نباشین لطفا، سرچ کنین، همه چی با سرچ به دست میاد خیلی راحت. بررسی عطر پرادا انفیوژن دی میموسا، در واقع هم پرادا میموسا بگیم بهش، بود از برند پرادا. امیدوارم خوشتون اومده باشه و امیدوارم شما مثل من از این عطر لذت عالی ببرین. با ما باشین در سمور با عطر و ریویوهای دیگه. فعلاً.